تو هم وطن ما نیستی، ما با هم هیچ مرادی نداریم. ولی باعث مرگش سمپاشی رسانه‌ای بود، مسی پولی نژاد بود، اینا باعث مرگش شدن. آقای علی خان میتونیم با هم صحبت کنیم لطفاً؟ بله. شما بزرگوار در کمال ادب یه لحظه این مسئله مهسا امینی رو فراموش کن. آیا میخواین انکار کنید که الان سالها صدها هزار انسان رو بیگناه از دهه 60 برگرفته تا خود امروز، اون افسران ارتش شاهنشاهی چه گناهی کرده بودن که باید کشته میشدن؟ میتونید راجع به این مسئله یه توضیح به ما بدین؟ خواهشن. بله چرا که نه. بله. اولا حالا بله. که به عقب میری بیا از پهلوی اول شروع کنیم، از سن گوهرشاد، جمعه سیاه، میدون ژاله، همینجور بگی بیاد جلو. چرا بریم خب یه نفسه اول انقلاب جناب علی خان با هم صحبت کنیم. خواهشن شما تیتراژ ها رو که میگی من کوتاه توضیح میدم، بعد شما توضیح بدید با هم پینگ پونگی. به جان مولا حقتون هم ضایع نمی کنم. خب میدون ژاله فرمودید خب، اول جمعه سیاه. شما ادامه بده به خدا. این بی سواد به خدا. نکن آقا تو این نکنید. بی سواد هم باشن شعور دارن دیگه. داریم صحبت میکنیم. اشکال نه. یک بار برای همیشه. آقا میدون ژاله رو که میگید ما الان کاملا دقیقا میدونیم که رفیق دوست هرومزاده با یه اکیپ فلسطینی در ساختمان‌های اطراف اونجا به سبکی هم که در میدان اوکراین بلک واتر همین کارو کرد، مخفی شده بودن و هم مردمو زدن هم نیروهای پلیس رو تا خرط و خرش بکنن و دقیقاً هم اون شد پاشیر دره که به اصطلاح حکومت شاهنشاهی رو لکه‌دار کرد و تمام اون امواجی که سوار شدن و ایوا مصیبت ها و فلان و اینا، و در عین حال در جهت تایید این به اصطلاح ادعای من خدمتتون عرض میکنم سینما رکس و آبادان رو که دیگه خودتون میدونید و انکارم نمیتونید بکنید. چند نفر کشته شدن آقای وی؟ چند نفر کشته شدن؟ در کجا؟ در جمعه سیاه. نمیدونم، روایات بسیاره ولی خب اهمیتی نداره، بالای 1000 نفر. بله. به روایتی بله حدود 87 نفر کشته شدن، 250 نفر زخمی شدن و در اون سخنرانی امام دستگیر شد. ببین این زمان پهلوی. سن گوهرشاد هم بگیم، سن گوهرشاد 600 نفر کشته. حالا صحنه رو عوض میکنی. یه لحظه یکی شما گفتین، حالا یکی من میگم. سینما رکس آبادان که کار خامنه ای و باند بوده رو خواهش میکنم عرض میکنم، سینما رکس آبادان رو که دیگه میدونیم کار جمهوری اسلامی بود برای اینکه اهدافشون مردم رو تحریک بکنن برای نظام فلان، اینو چجوری میخواین توجیه کنی که قریب 300 تا 600 نفر نمیدونم به روایتی در اون سینما کشته شده؟ ببین تو اون آشوب یه عده لباس شخصی بودن، مجاهدین بودن، خیلی ها بودن که این کارو میکردن و گردن نظام مینداختن. خیلی هم طبیعیه، اول انقلاب بود، کی به کی بود، هیچ اون موقع هنوز جمهوری اسلامی نیومده بود که شما بندازین گردن جمهوری اسلامی. اوایل انقلاب بود، طاغوت داشت براندازی میشد. به دنبال تأسیس جمهوری اسلامی بودن. شما نه میدونم، یه لحظه منطقی فکر کنید. بیاید منطقی فکر کنید. آخوندا خمینی اینا ادعا کردن که کار ساواک بوده و فلان. حالا اصولا سینما سوزی کار همین خشک مذهب های هرومزاده فدایان اسلام بود که از جمله بنده مطلبی را میخواستم به شما بگم که کلاتون رو یکم بالاتر بذارید، چرا که اینو من هیچ وقت قصد توهین ندارم، دارم واقعا در کمال ادب با تو صحبت میکنم مدون و مستدل. مسئله ای که هست برمیگرده به صحبت های سپهبد به اسلام محسن مبصر که اون موقع بازجوی رتبه 2 ارتش و فلان، یکی از نوابغ ارتش شاهنشاهی نیروی انتظامی بودن که تونستن کد دفتر کد خسرو روزبرم بشکنن. ایشون در مورد نواب صفوی که اوج افتخار شماست و یکی از شهدای بزرگ شماست، در رابطه با نواب صفوی رئیس فدایان یا کارگزار فدایان اسلام که در جریان قتل احمدی کسروی و غیره و علم و این و اون به اصطلاح شرکت داشت، میگه که در روزی که به اصطلاح روزی که بهش ابلاغ شده بود که حکم اعدامش صادر شده، خواهشاً از من به اصطلاح با واسطه استدعا کرده بود که به حضورش برم و صحبتی با من داشته. میگه میرم اونجا توی زندانش، به من میگه من 2 هفته بیشتر زنده نیستم، دوست دارم اون پسری رو که به هم گروه من بود، ما رابطه عاشقانه داریم، ما رو در یه سلولی با هم خلوت بکنیم. ببینید چقدر حرومزاده‌ام که یارو 2 هفته دیگه قرار اعدام بشه. نواب صفوی رئیس فدایان اسلام، تروریست فدایان اسلام، افتخار امام، افتخار تمام این حرومزاده هایی که میبینید. بعد این آقا تنها خواهشی داره اینه که ببینید این فکت تاریخی به جان مادرم دروغ بدید. حالا گوش کنید، وقتی که گوش کنید، طاغوت
داشت براندازی میشد، عده‌ای بودن از ساواک خیلی کینه داشتن، خیلی بودن خیلی جوانان رو کشته بودن به زیر شکنجه، و خیلی ها از لباس شخصی ها اومدن مردم عادی تصفیه حساب کردن با عده‌ای. بله، این که من همیشه میگم هر انقلابی خون میخواد، همین الانم دارم میگم، باور کنین اگه قرار براندازی اتفاق افته، البته ذهی خیال باطل شطور در خواب بیند پنبه دانه، خون میخواد، کشته میخواد. همینجوری نیست شما فردا فکر کنید تاجا میذارن روز سینی و میام میذارن پسر شاه بشینه اون بالا. پسر شاه اگه وارث تاج تخته، وارث جنایات شما باید باشه. باقی شعاره. خواهش میکنم شعار ندید، داریم راجع به فکت صحبت میکنیم. ولی ناموسن دارم به تو میگم، ناموسن راجع به عدد صحبت نمی کنیم، چون مسئله شخصیتون برای من محترمه، هر کسی که هستید ناموسن، ولی یعنی نفعی دارید در بودن جمهوری اسلامی. ناموسن اینو به من بگید، ناموسن میگم ببین، خدا شاهده من یک شهروندم، ببین کارگاه دارم، برام فرقی نمیدونه چه حکومتی باشه، ولی اینکه بچه‌م تو کشور ایدئولوژی دینی بزرگ بشه خیلی برام مهمه. اینکه بچه‌م با شرف باشه، بچه‌م با برهنگی. ببین زمان شاه، آقا شما از کورس های تاخیری که شامی خورد بگین، از ازدواج ها، از دختر جیلدا، دختر 19 ساله ای که شاه دور میزد، اینم بگین. من صداتون نمیشنوم، تو این نکنید. ببینید مسئله که هست، راجع به مسئله توصی در رابطه با فرزند بزرگوارتون صحبت کردید. خدا براتون فرزند رو نگه داره، باور کنید من کینت بد ندارم، خدا خانوادهتون رو براتون نگه داره، ولی شما حالا به هر نحوی اداره میکنید من نمیدونم، ولی آیا متوجه هستی که در مدارس ایران دارن به بچه های مردم تجاوز میکنن، در مساجد ایران دارن به بچه بابا میکنن. آقا یه نفسه، یه نفسه، آقا خواهش میکنم، یه نفسه، اینجوری نمیشه. بابا ببین بی ناموس هر کی توتی رو انکار کنه، هر روز خدا داره آدم رو میترسونه، مادر سفر از ایران بیرونی، بابا سال ایران نیستی، بذار سکوت کن دیگه، احترام داره بهت میذاره، خب تو هم احترام بذار آقا دیگه. ما اخبار فیک به ایشون دادن، خود مردم توتی اخبار فیک که با بی خیال ترموستات آقا برای چی شکست؟ توسی قرآن خوندنش خیلی خفنه، این مار کوبا هست هندیا، ببین فروت میزنن فساد در برم به دو حسافن تا دیگه مرده، ولی خامنه ای هست. شعبانو رابطه ای با پتر خاله خودشون داشتن، کی بود؟ چند نفر؟ خدا حافظ مرده شورت ببری، خدا حافظ. اقوه اتیده بهت گفتن اینا آخرش ببینده، یه بار بالاخره باشی حالی کردیم، اشکال نداره، ولی به هر ترتیب ایشون داره پول میبره، دروغ میگه، مطمئنم همون کارگاهی که داری از طریق رادخاری حرم زاده. اصلا شک نکن، اصلا شما از این بپرسم ایش کردی هیچ کسی برای جمهوری اسلامی ترحم خورد نمیکنه، هر کسی سنگ جمهوری اسلامی به سینه میزنه پولی داره میبره. من میفهمم ما که منفعت داره دیگه، یا اصلا پول نمیبره، یه دفعه طرف مالش